به زودی جنگ، درگیری، انفجارات زیاد، این خبر بدی بود که می‌خواستم بدم. هزار سال است که به گوش بشر میخوانند جهان کارگاه خداست، یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ پر از اژدهاست. میگن که خدا مهربان است ولی هزار سال است از بهشت رانده ایم، یکی دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوان شب پس بدیم. در این اعتقادی که حتی خدا گهی دشمنی هم اخبار و بکه ندادیم، ما عمله میکنیم ده هلمان دو نیست که نماز لوگر شریف بر شب پاک میبرد، خو اختار نت ما میترسیم باز اینه یک بشقه به خدمت تان است. وفقا للمعاهدة هذا حق طبيعي لإيران، وإذا لزم الأمر سنستخدم أدوات الضغط لإجبار ذلك القسم من الهيئة الحاكمة الأفغانية الذي لا يتعاون بشأن منح إيران حصتها المائية من نهر هلمان. حیث یک مجاهد امارت اسلامی و سرباز اسلام برای ایرانیان و نظام مفسد ایران از دوران استعمار نیستیم که در برابر شما گذشت کنیم و تضرع سرهم کنیم. البته شما باید از که مدیون حوصله‌مندی بزرگان امارت اسلامی باشین، در غیر از یقین داشته باشین که بسیار با شوق و علاقه بیشتر از جهاد در برابر استعمار آمریکا در برابر شما خواهیم جنگید انشاءالله، و آنچه که حق ماست از کمپانی بلومی هست، این کمپانی با جورج سروس اینا با هم و با کمپانی دیگه بلک رو که بهتون گفتم، اینا هم با هم یکی هن. یعنی یک کمپانی فایننس نیست، مثل که بانک های زیادی هست ولی اینا در اتحاد هستن. این ای بابا مایکل مثلا 1981 که سقوط شاهنشاه بود و آخونده آمدن اونجا و فلان، اینا اینا دکومنتشون رو وا کردن و با همین پول نفت و فلان اینا میلیارده شدن تو دنیا، الان جهان هم دارن میگردونن، بعد به همه هم میفروشن، همه چیز هم میفروشن، فقط اونایی که فایننس دارن وقتی پول رد بدل میشه یه درصدی میگیرن، اسلحه عظیم میخره با اون میفروشه، بعض از همون میفروشه با یکی دیگه میفروشه، این درصدش میگیره، درصدش میگیره، یه چتکه مندیزه درصد، چتکه مندیزه درصد میگیره، بعد همه میلیاردر شدن. حالا وقتی که بلومبرگر بگه که آقا میخواد افغانستان بیرون هم بکنه، در این شک نکنید چون اسلحه‌شون رو فروختن. اول وقتی که آمریکا رفت که چنیدین چندین هزار تجهیزه میگن عربا، تجهیزات نظامی پیشرفته رو برای این طالبان گذاشت که ایران نداره، اونه رو همونه که خود سربازی آمریکا زیسته میگردن تو عراق و افغانستان برای اینا گذاشته. یک اینجوری بکنی جنگ ایران با افغانستان این دفعه، بعد تازه این طالبان خارمادر سرویسترن از خدا آخونده، آخونده که دیگه فدایی ندارن، که جان برکف ندارن، که مثل زمان اون بچه که تو جنگ رفتن کشته شدن پرورش یافته، ولی دورانش پادشاهی ایران بودن، مال آخونده نبودن که. الان شما که کسی ندارین، ولی به زودی با مهر یزدان، با مهر یزدان، با مهر یزدان، این دولت موقتی ما اعلام کردیم، همشون هم تقیید داشتن، ما هم متحد میشدن، کار داشت پیش میرفت، همه شوه اومدن زدن منفجر شدن لامسه و این رو با دو انداختن با اون موی سر و خرابه ریش و چپه و داسه اون فلان همه رو بشون همین داختن. ولی خب نتیجه چی شد؟ نتیجه ای شد که پیدا شد شهریاری در ایران محبوب ترشون از اون بود که همه ترسیدن، و این شهریاری دختر خوشگل یا سمن هم که میبینن، یکی از یکی خوشگلتر، یه دختر دیدور رو رها، دیدور لیلا عزیزم، ایریانا، این شعبانه نه که خودش قد بلند در کمند خوشگل ممرزاش آشارش میشه اینا، حالا به چهاش هم همه جور بسوزه اونجاتون. ما کلی ولی عهد و شهریار و فلان نداریم از تبار رزاشا، و حالا نشون دادن بچه های نشون دادن ها؟ بچه های ایران میگم، ما به زودی ایران آزاد میشه
و ما با صلح میترسونیم از ما آریایی هستیم تازینیم پرستیم تا پای جان رفتن، وقتی که برای لچک میسوزنن جونشون رو بچه های ما میدن، وقتی که جوان رهنورد میگه قرآن نخوانید برای مردان، وقتی خانم با سگش میده تو فلان فوش میده به دینشون رو میاد بیرون، این نسلی که فردا پدافند ماست برای آزادی ایران که بشه، این نسلی که نسلی خواهد بود که امپراتوری های کوروش رو زنده میکنه، دوستی با همه، صلح با همه. چه باهایی و فلان و فلان اینا مخالفن؟ چون عقل دارن، خرد دارن، دانش دارن، آگاهی دارن. اینا از آگاهی میترسن. باهایی از بچگی آگاهی پیدا میکنه، از بچگی، مثل زرتشتیه، مثل یهودیه، از بچگی تو شکم مادرش هست بهش آموزش دادن، بهش حرف میزنن تا میاد بیرون. ما به بچه هم تو شکم مادرشون حرف میزنیم تا میان بیرون، بچه های متفاوتی هستن. خب اینا میخوان جامعه خر باشه، ابله باشه، علم صلیب رو بلند کنه، قمه بزنه، خودش رو داغون کنه. باهایی که این کار رو نمی کنه، دروغ میگن، نیرنگ میکنن، کلک میزنن، بچه ها رو اذیت میکنن، مدارسشون رو خراب میکنن، چه میکنن. ولی ما میایم همه چیز رو درست میکنیم. ما که میگم همین ملت، ما میگن 80 میلیونیم، 86 میلیونیم، ما 10 میلیون نخواستیم، 16 میلیون تازیایی که حاکمند مومتون تو ایران ما رو نخواستیم، 70 میلیون ایرانی ایران رو میسازیم، زیبا، تمیز، همه کیف کنن، جنگ رو بر میاندازیم، جنگی نخواهد بود. پادشاه چقدر کردن که به جنگ زود متوقف میکرد جنگو زود. سال 50 رفته بود مسکو، اینا پدرش بود صدام حسین حمله کرد به ایران، نمیدونه چرا رفته بود مسکو، خورش پشوف پف 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 ناکسا روسا تا دیدن شما اونجاست به صدام حسین گفتن حمله کرد. عمرای زادم دوام کردن به شام خبر دادن، بعد گفت قربان ما فرض تشبیر میخواد بریم بغداد نهار با هم بخوریم. شام گفت نه بابا نمیجنگیم، ما جنگ نه، ما جنگجوری هستیم اما قدرتمند برای دفاع هستیم. شیخ و ملا و آخوند و حسین و اونایی که بهانه‌ای که بچه‌ها بودن رومین و با عراق جنگیدن توی ایران تموم شد، کسی برای اینا نمیره جنگ. اما برای ایران آریایی، برای کوروش، برای شهریاری، برای ایلامیان 7700 سال، مادها، اشکانیان، هخامنشیان، بچه های ما آماده هستند، ولی باز هم با نمی جنگیم. قدرت نشون میدیم، مثل هادی چوپان، هادی چوپان قدرت نشون میده ولی کسی نمیزنه، که نمیزنیم که. تو کاراته جودو کنگ فو میگه آقا نباید بزنیش داغونش کنه، باید بترسنیش. ما بترسنه به تا مهربانیارم به پایان برنامه میرسیم. پروانه میخوام به برادر مهربان و نازنین مهندس امیر شجره درود بفرستم و ازش سپاسگزاری کنم با عنوان یک دوست، یک رفیق، که این پایگاه خردگرایی رو چندین ساله به خونه شما میاره. من میدونم تلویزیون پارس چه نقش مهمی داشته، مادرها، پدرهای عزیز، میدونم نواهاتون هم میشونین پایین برنامه ها، من خبر دارم. سپاسگزارتون هستم. اون مادر بزرگی که اول برنامه نشون دادم اسمشون رو میدونید، من نمیگم، ایشون رو برید در خونش دستش از طرف من ببوسید و همه اونایی که اینجوری هستن، تمام بچه هایی که پدر مادرشون نیستن دیگه، نمیخوام اسم بیارم، و مهربان یاران من بودن رو درود میفرستم به روان پاکشون و درود میفرستم به فرزندانشون که با ما هستن. با بوسه و مهر، بدرود. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید.
از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'histoire, 104e ouvrage de David Abassi. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن. ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد عیسی، عدل علی جدیه و سربریدن با چوب لدان، ثواب یقین مورد پرستی و ساختن امامزاده، تقسیم و توربین به تاریخ حضرت ساله ما. می نویسم از غروبم از سقوط هفت هزار سال، بیگانه در ایران است بیگانه در ایران، او پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن، بیگانه در ایران است بیگانه در ایران. بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. همزه که رو پوشیده از شهر می گذرد و سوار راه پوشیدم. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. تندرست باشید.